سلام بر شما، به ویژه برنامه خبری ما خوش آمدید. این برنامه اختصاص دارد به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن دولت 11 هم. بیش از یک سال و نیم از شروع به کار دولت حسن روحانی گذشته است. کارنامه حقوق بشری دولتی که با نام تدبیر و اعتدال کارش را آغاز کرد در این مدت چگونه بوده است؟ در حالی که حسن روحانی در سخنان و مواضعش همواره بر بهبود وضعیت تاکید می‌کند، اما تاکنون اقدام مشخصی برای بهبود وضعیت زندانیان سیاسی، رفع حصر سران جنبش سبز، بهبود وضعیت اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، آزادی مطبوعات، اجازه فعالیت نهادهای صنفی و مدنی صورت نگرفته است. آیا این امر نشان از این دارد که اساساً بهبود وضعیت حقوق بشر دغدغه دولت جدید نیست؟ یا به این معناست که آقای روحانی نتوانسته به هیچ یک از وعده های خود در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر عمل کند و از همین رو این موضوع را مسکوت گذاشته است؟ وضعیت حقوق بشر در ایران در دولت 11 چگونه است؟ چرا اعدام ها رو به افزایش است؟ نقش مجلس و قوه قضاییه در این زمینه چیست؟ مسائل را با مهمانم خانم رها بحرینی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در میان گذاشتم و از ایشان پرسیدم آیا وضعیت حقوق بشر در ایران پس از روی کار آمدن دولت روحانی از نظر شما تغییر مثبتی کرده است؟ طبق گزارشاتی که عفو بین‌الملل در طی یک سال گذشته دریافت کرده، وضع حقوق بشر بهبود چندانی نیافته نسبت به سالهای گذشته، با وجود امیدهایی که انتخاب شدن آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور به وجود آورده بود و در بعضی زمینه‌ها هم مثل تبعیض علیه زنان و افزایش آمار اعدام، وضعیت حقوق بشر وخیم‌تر هم شده. در این حال قوانینی که مسئله حقوق بشر رو یک مسئله ساختاری میکنن در ایران و باید تغییر مورد تغییر قرار بدن، هم هیچ گونه تحولی در رابطه با اون قوانین هم صورت نگرفته و دولت هم در این زمینه اقدام خاصی نکرده. شاید تنها زمینه‌ای که بشه گفت در وضعیت وخیم‌تر نشده و اقدامات مثبتی هرچند کوچک گرفته شده در رابطه با آزادی‌های علمی و تلاش برای بازگردوندن استادان اخراجی و دانشجویان ستار به محیط دانشگاهی که البته در اون زمینه هم دستاوردها اندک و بدون ثبات به نظر می‌رسند، و جلوگیری از اعمال محدودیت بیشتر به فضاهای سایبری و استفاده از شبکه‌های اجتماعی. همونطور که اشاره کردید، از آغاز به کار دولت حسن روحانی شمار اعدام ها رو به افزایش بوده. علی‌رغم انتقاد شدید مجامع حقوق بشری، این روند همچنان هم ادامه دارد. دلیل آن چیست؟ اینکه چرا این اعدام ها روند افزایشی به این وحشتناکی داشته سوالیه که تمام جامعه حقوق بشری و نهادهای بین المللی از مقامات ایران دارن و در این زمینه مسئولان ایران باید پاسخگو باشن نسبت به اعدام هایی که در مغایرت کامل با تعهدات حقوق بشری ایران قرار دارن. معمولا در نظام حقوقی ایران بخش اعظمی از اعدام ها به جرایم مواد مخدر برمیگرده و بر طبق تعهدات بین المللی ایران و مشخصا میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی، جرایم مواد مخدر جزء جرایمی نیستن که مشمول مجازات اعدام بشن و این به صراحت در ماده 6 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که ایران هم به اون پیوسته درج شده. بخش دیگری از اعدام ها به حکم های قصاص برمیگردن و مشخصا قتل، که در این زمینه قانون بین الملل به کشورها اجازه میده که در صورتی که حکم اعدام رو لغو نکردن بعد از یک دادرسی منصفانه حکم اعدام برای قتل صادر بشه، هرچند که عفو بین الملل با صدور حکم اعدام در تمامی شرایط صرف نظر از جرم مطرح به عنوان یک مجازات ناعادلانه، مجازات وحشیانه، غیر انسانی و ظالمانه مخالفه، ولی قانون بین الملل هنوز اعدام رو در این شرایط محدود
در رابطه با جرائمی که منتهی به مرگ شدن اجازه میده، ولی اون هم بعد از یک دادرسی منصفانه. و در ایران در اغلب موارد دادرسی منصفانه صورت نگرفته و محاکمه ها فاصله چشمگیری با استانداردهای بین المللی دارند. متهمین دسترسی به مشاوره حقوقی در دوره تحقیقات ندارند. در زمان محاکمه گاهی اوقات حتی حق ملاقات با وکیلشون رو نداشتن و در بسیاری موارد تحت شکنجه و فشار از اونها اعتراف گرفته شده و شواهد دیگری وجود نداشته، و بنابراین حتی این اعدام ها هم با تعهدات حقوق بشری ایران مغایرت دارند. و در نهایت ما در سال گذشته صدور حکم اعدام رو دیدیم برای فعالیت هایی که اصلا جرم نباید محسوب بشن، مثل توهین به مقدسات و پیامبر و ارتداد، که در این موارد این نوع فعالیت ها تحت آزادی بیان برای افراد کاملا مشروع هستند و نباید هیچ کسی به این دلیل مورد پیگرد قضایی چه برسه به اعدام قرار بگیره. جمهوری اسلامی علاوه بر بالا بودن شمار اعدام ها، آنها را در ملأ عام اجرا می کند. با وجودی که تجربه نشان داده که اجرای علنی اعدام ها در میادین شهر عاملی بازدارنده در کاهش جرم و جنایت نیست و خود بازتولید خشونت در جامعه است، چه اصراری دارد که این اعدام ها را در ملأ عام اجرا کند؟ اعدام در ملأ عام نگرانی سازمان‌های بین‌المللی و عفو بین‌الملل رو به مراتب در مورد استفاده بی‌رویه از حکم اعدام در ایران رو شدیدتر می‌کنه، به دلیل اینکه اعدام در ملأ عام ایجاد رعب و وحشت می‌کنه و یک نوع ترویج خشونت هم میتونه محسوب بشه. و سازمان های بین المللی و سازمان ملل بارها از ایران خواستن که به عمل اعدام در ملأ عام خاتمه ببخشه، ولی متاسفانه ما هنوز در این زمینه با هیچ توجهی روبرو نشدیم. تحلیل شما از اقدامات و گام‌های عملی دولت روحانی برای عمل به تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر چیست؟ متاسفانه در طی سال گذشته هیچ گونه اقدامی در رابطه با مسئله اعدام صورت نگرفته. اینجا باید البته گفته بشه که مسئولیت اعدام ها به شکل مستقیم به عهده قوه قضایی است، ولی با توجه به اینکه این اعدام ها حتی با قوانین داخلی ایران در رابطه با دادرسی منصفانه هم فاصله دارن، انتظار میره که مقامات دولتی به این اعدام ها واکنش نشون بدن و دولت و رئیس جمهور به عنوان اجرا کننده اصول قانون اساسی نسبت به قوه قضاییه که مرتکب تخلفات از اصول قانون اساسی میشه هشدار بده. ما در این زمینه هیچ گونه اقدام مثبتی ندیدیم و در عین حال در چندین مورد مقامات دولتی و وزارت خارجه مشخصا از اجرای حکم اعدام حتی دفاع کردند، و این برای سازمان های بین المللی و افرادی که نسبت به بهبود اوضاع در ایران امیدوار بودند جای تاسف بسیاره. در همین رابطه بهتر به افزایش آمار اعدام نوجوانان بزهکار هم اشاره بکنم که تعداد اونها هم در سال 2014 متاسفانه بالا رفته و عفو بین الملل تا این لحظه 14 مورد گزارش در مورد 14 مورد اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال سن داشتن دریافت کرده، که این هم به طور کامل در مغایرت با تعهدات حقوق بشری ایران قرار داده و مشخصا کنوانسیون حقوق کودک ایران به اون پیوسته، و اعدام افراد به دلیل ارتکاب جرم زیر سن 18 سال رو مطلقا بدون هیچ استثنایی ممنوع میکنه. یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی است که به کرات موارد آن در گزارش هایی که آقای احمد شهید تهیه کرده و نیز نهادها و سازمان های حقوق بشری به آن اشاره شده. به نظر شما آیا اقدامات مشخصی در زمینه اجرایی شدن برخی اصول قانون اساسی که بر حقوق اقلیت های مذهبی و دینی تاکید دارد صورت گرفته است؟
وضعیت اقلیت‌های مذهبی همچنان وخیمه، با وجود اینکه دولت آقای روحانی یک مشاور ویژه برای رسیدگی به امور اقلیت‌های مذهبی و قومی تعیین کردن و برخی از این تبعیض‌ها به ساختار قانونی ایران برمیگرده که تمام اقلیت‌های مذهبی رو به رسمیت نمی‌شناسه و تنها سه گروه مذهبی رو در قانون به رسمیت شناخته، و برخی از اون مسائل تبعیض برمیگرده به روشی که قانون در ایران اجرا میشه. در رابطه با گروه هایی که اصلا در قانون حتی به رسمیت به عنوان اقلیت مذهبی شناخته نشدن، مثل بهاییان و اهل حق یا یارسان، مسائل بسیار جدی وجود داره، از بازداشت و دستگیری های خودسرانه گرفته تا محرومیت از حقوق اقتصادی اجتماعی مثل حق تحصیل و حق اشتغال. گزارش هایی که عفو بین الملل در سال گذشته دریافت کرده نشون میده که با وجود انکارهای مقامات حکومتی در ایران، هنوز دانشجویان بهایی به طرق مختلف از دسترسی به تحصیلات عالی محروم هستند و یا پیش از ورود به دانشگاه یا مدتی پس از ورود از دانشگاه از دانشگاه اخراج میشن و حق تحصیل ندارند، که برخلاف حقوق شهروندیه که تمام افراد ساکن در ایران باید از اونها برخوردار باشن. به نظر میاد که افراد که متعلق به اقلیت مذهبی اهل حق یارسان هستند هم مورد همچین تبعیض‌هایی در زمینه دسترسی به تحصیل قرار گرفتن، هرچند که در این روی این اقلیت به اون اندازه که در مورد بهایان کار شده هنوز کاری صورت نگرفته، ولی روند برخورد تبعیض‌آمیز با اونها مشابه به نظر میاد. همچنین در رابطه با اشتغال، به دلیل سیستم گزینش در ایران، اقلیت‌های مذهبی با فشارهای بسیاری روبرو هستند و در بسیاری از موارد یا باید مذهب خود رو اعلام نکنند تا بتونن از حقوق اولیه خودشون برخوردار باشن، یا اجرای مذهب و اعلام اون رو به بهای از دست دادن فرصت‌های اجتماعی و تحصیلی از خودشون به اون بها در واقع مذهبشون رو اجرا میکنن، و این یک بار دیگه برخلاف تعهدات حقوق بشر ایران و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که نه تنها حق آزادی عقیده و مذهب رو به رسمیت شناخته، بلکه صراحتا تاکید کرده که حق آزادی عقیده و مذهب بخشی از اون برمیگرده به اجرای اون و اعلام اون در جامعه شخصا و جمعا. اقلیت های مذهبی هم هستن مثل درویش گنابادی که در سال گذشته با مسائل متعددی روبرو بودن. بیش از 800 نفر از اونها در تجمعات مختلفی که به حمایت از درویش گنابادی درویشی در تهران و شهرهای دیگر برگزار شد دستگیر شدند، و در حال حاضر هم وکلای مهمی از که از جامعه درویش گنابادی حمایت می‌کردند در زندان به سر می‌برند و مجبور بودند که حتی رو به اعتصاب قضا بیارند برای پایان دادن به فشارهایی که بر این اقلیت مذهبی در تمام این سالها وارد شده. اخیراً شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روند حقوق بشر ایران را در نشست ژنو بررسی کرد. این نشست در خصوص وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران چه دستاوردهایی داشت و در این زمینه چه توصیه‌هایی به دولت جمهوری اسلامی کرد؟ نشستی که در شورای سازمان ملل برگزار شد که نام اون بررسی ادواری کارنامه حقوق بشری ایران بود، به طیف گسترده از مسائل پرداخت و اقلیت‌های مذهبی یکی از اون مسائل بودند، و دستاورد این بررسی رو میشه گفت توجه بیشتر جامعه بین‌المللی به وضعیت اقلیت‌های مذهبی دونست، و در این بررسی به بسیاری از گروه‌های مختلف مذهبی اشاره شد، یعنی مشخصا از نوکیشان مسیحی علاوه بر بهائیان، مشخصا از نوکیشان مسیحی و اهل حق یا یارسان و دراویش گنابادی
نام آورده شد و بنابراین به این نکته اشاره شد که نداشتن حق آزادی مذهب بخشی یک مشکل ساختاری در سیستم ایرانه که تمام اقلیت‌های مذهبی رو تحت تاثیر قرار میده. با این وجود مقامات ایران نپذیرفتند که در طی مدتی که داشتن که سخنرانی بکنن که در مورد بهائیان و باقی اقلیت‌های مذهبی همچین نقض حقوق بشری صورت میگیره، ولی در این حال همچنان مقامات ایران وقت دارن تا مارچ 2015 که توصیه‌هایی که به اونها شده رو بررسی بکنن و اعلام بکنن که کدوم یک رو میپذیرن و کدوم یک رو نمیپذیرن. عفو بین‌الملل امیدواره که در این فرصت مقامات ایران به مواد قانونی که منجر به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی میشه رسیدگی بکنن و در دستور اصلاح اونها رو در دستور کارشون قرار بدن. تجربه نشست دور پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان داده که جمهوری اسلامی گرچه از توصیه‌های کشورهای عضو استقبال کلامی می‌کند، اما در عمل به تعهدات خود عمل نمی‌کند و همچنان دغدغه‌های جدی در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی وجود دارد. برای تمکین تهران به توصیه‌های این شورا همکاری نهادها و سازمان‌های حقوق بشری چگونه است؟ نشستی که الان به اون اشاره کردیم، بررسی ادواری جهانی حقوق بشر، یک نشستیه که هر سال 4 سال یک بار در مورد تمام کشورهای جهان صورت میگیره و از این جهت مکانیزم حقوق بشریه که مورد استقبال ایران هم قرار گرفته، به این دلیل که جهان شمول تمام کشورها رو مورد بررسی قرار میده و به تمام مسائل حقوق بشری از مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و مدنی و فرهنگی میپردازه و کشورها به طور داوطلبانه در این بررسی ادواری شرکت میکنن و هر 4 سال یک بار یک گزارش از وضعیت حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه میدن. سازمان هایی مثل عفو بین الملل هم گزارش های موازی ارائه میدن و بعد تمام این مطالب مورد استفاده اعضای شورای حقوق بشر که در واقع کشورهای در جهان هستن مورد مطالعه قرار میگیره و اونها بر طبق این توصیه هایی رو به ایران میکنن. ایران در پایان این نشست به طور داوطلبانه میپذیره که چه توصیه هایی رو در دستور کارش برای 4 سال آینده قرار بده و از این جهت این پروسه میتونه مثبت باشه، چون که مقامات خودشون میپذیرن که چه اعمالی رو انجام بدهن یا ندهن و بعد از 4 سال باید پاسخگو باشن. این نشستی که برگزار شد دومین بررسی ادواری ایران بود و با وجود اینکه ایران بیش از 160 توصیه رو در دور اول در فوریه 2010 پذیرفته بود، متاسفانه در اکتبر امسال در بیشتر اون موارد هیچ بهبودی حاصل نشده بود و بنابراین این سوال ایجاد شد که تا چه حد ایران به تعهداتی که حتی خودش به طور داوطلبانه در این بررسی که در این مکانیزمی که از اون استقبال میکنه پایبنده. ولی باید دید که تا مارس 2015 مقامات ایران چه توصیه هایی رو میپذیرن و بعد به عهده جامعه حقوق بشری ایران و رسانه ها و فعالین مدنیه که ایران رو نسبت به توصیه هایی که داوطلبانه میپذیره پاسخگو نگه دارن و در تمام طول 4 سال آینده هر زمان که تناقضی بین عملکرد و این توصیه ها وجود داره اون رو به طرق مختلف به مقامات گوشزد بکنن و به این بررسی های ادواری به شکل یک پروسه اتفاقی که هر 4 سال یک بار میفته نگاه نکنن، چون نهایتا مکانیسم های ضمانت های اجرایی مکانیسم های سازمان ملل محدوده و این فعالین حقوق بشر و رسانه ها هستند که میتونند از این مکانیسم ها به عنوان ابزاری برای بهبود و تغییر استفاده بکنند و به اونها معنای واقعی بدن. دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی به جای دادرسی عادلانه به پرونده های قضایی، خود به ابزاری برای سرکوب و نقض حقوق شهروندان و صدور احکام ناعادلانه تبدیل شده که در ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صورت می گیرد. عملکرد این قوه در این زمینه را چگونه ارزیابی می کنید؟
قوه قضاییه در ایران همونطور که اشاره کردین در بسیاری از موارد نه تنها قوانین داخلی نه تنها قوانین بین المللی که ایران اونها را پذیرفته رعایت نمیکنه، بلکه حتی قوانین داخلی ایران هم زیر پا میگذاره و این اتفاقات از زمان دستگیری تا صدور حکم و بعد اجرای حکم دیده میشه و متاسفانه گزارش های زیادی هم به دست عفو بین‌الملل رسیده که نشون میده قضات از استقلال برخوردار نیستن و در بسیاری از موارد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هستند که در پروسه قضایی دخالت میکنن و قاضی ها رو برای صدور حکم های خاصی زیر فشار قرار میدن. مقامات ایران باید به این نگرانی هایی که اعمال شده رسیدگی بکنند و قوانین ایران رو در زمینه آیین دادرسی کیفری از یک طرف بهبود بدهند که مثلا متهمان از زمان دستگیری حق دسترسی به وکیل داشته باشند، چون در حال حاضر در دوره تحقیقات مقدماتی متهمان دسترسی به مشاوره حقوقی ندارند که دادرسی رو به هر شکلی بعدا انجام بشه دارای ماهیت نامنصفانه میکنه و در این حال قضات باید با اصولی که در اصول دادرسی منصفانه بین المللی مشخصا ماده 14 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی آشنا بشن و بنابراین به متهمان حق دسترسی به وکیل بدهند از اقراراتی که تحت شکنجه و بدرفتاری های دیگر گرفته شده به هیچ عنوان استفاده نکنند، حق تجدید نظر به شکل درست اعمال بشه و جرایمی که اصلا به دلیل فعالیت هایی هستن جرایمی که به دلیل فعالیت هایی هستن که اصلا نباید جرم محسوب بشن اینقدر مورد استفاده قرار نگیرن. در تمامی این موارد نگرانی هایی که سالها وجود داشته و مقامات ایران باید نسبت به اونها پاسخگو باشه. علی بر قوه قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب و بررسی طرحهایی از جمله طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر زمینه تشدید خشونت سازمان یافته و رسمی و محدود کردن آزادی های اجتماعی از سوی نهادهای غیر پاسخگو را فراهم می کند. پیامدهای مصوبات و تصمیمات مجلس در افزایش موارد نقض حقوق بشر و خشونت ها چیست؟ سال 2014 کارنامه مجلس کارنامه بسیار نگران کننده به خصوص در زمینه حقوق زنان و این برمیگرده به لوایح مختلفی که در دستور کار مجلس قرار گرفته که تمامی اونها به انواع مختلف خشونت علیه زنان رو ترویج میدن. شما به طرح امر به معروف و نهی از منکر اشاره کردین که این نگرانی رو ایجاد میکنه که زمینه رو برای خشونت علیه زنان از سوی عوامل غیر دولتی فراهم بکنه و اینجا باید به مقامات ایران یادآوری بشه که اونها موظف هستن که امنیت جانی و روانی تمام شهروندان ایران و ساکنین ایران حتی اگر شهروند نباشن رو تضمین بکنن و حقوق بشر اونها رو رعایت بکنن و تضمین بکنن که حقوق بشر اونها توسط عوامل غیر دولتی یعنی مثلا شهروندان دیگر هم مورد نقض قرار نمیگیره. ولی در این مورد ما ببینیم که به جای رسیدگی به مسئله جدی خشونت علیه زنان و تبعیض علیه زنان نمایندگان مجلس طرحهایی رو در دستور کارشون قرار دادن که حتی این خشونت رو تشدید میکنه. دو لایحه دیگری که تبعیض علیه زنان رو نهادینه تر در سیستم قانونی ایران میکنه طرح جامعه خانواده و تعالی خانواده و جمعیت و طرح افزایش نرخ باروری که در هر دو این طرحها بندهایی قرار گرفته که زنان رو از حقوق اولیه بشرشون مثل دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری و فرصت‌های برابر شغلی و تحصیلی محروم می‌کنه و زنان
در جایگاهی قرار میده که نقش اصلی اون به عنوان مادر یا همسر اون هم در معنای کلیشه‌ایش تعریف بشه و مقامات به این شکل به جای اینکه با تبعیض علیه زنان که در بسیاری از قوانین ایران نهادینه شده روبرو شوند، بلکه موارد جدید تبعیض رو هم به قانون اضافه میکنند. اخیراً شاهد موارد اسید پاشی بر زنان ایرانی بودیم که نگرانی مردم و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت. اقدامات نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل برای مقابله با این خشونت‌ها و انتقال موارد خشونت عریان علیه زنان ایرانی به سازمان‌های حقوق بشری جهانی چگونه بود؟ عفو بین الملل در رابطه با اسید پاشی به مقامات ایران از طریق گفتگوهای رسانه‌ای که انجام داده اعلام کرده که اونها موظف هستند که در مورد این موارد خشونت علیه زنان تحقیقات جامع مستقل بیطرفانه و سریع رو به انجام برسونن و عاملین چنین خشونت‌هایی رو مورد پیگرد قضایی قرار بدن و بنابراین به این شکل عدالت رو در حق کسانی که قربانی همچین خشونت فاجعه آمیزی شدن رعایت بکنن. عمل نکردن به همچین وظایف تحقیقی و پیگرد قضایی مسئولیت حقوق بشری برای دولت ایران به وجود میاره و یک نوع مورد شکنجه و بدرفتاری در چنین شرایطی میتونه محسوب بشه. ولی اگر که مقامات در رابطه با همچین خشونت هایی که توسط عوامل غیر دولتی در ایران علیه زنان صورت گرفته رسیدگی بکنن و اونها رو مورد تحقیق قرار بدن و مکانیسمایی رو تعریف بکنن برای جلوگیری از تکرار این موارد، قطعا بسیاری از نگرانی های حقوق بشری در این مورد رو رفع میکنن. ولی تا الان اون شفافیت لازم برای اینکه تحقیقات چگونه پیش رفته و چه کسانی مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند هنوز دیده نشده. عفو بین‌الملل به طور مشخص در این زمینه چه اقدامی کرده؟ عفو بین‌الملل روی دو لایحه طرح تعالی جمعیت و خانواده و طرح افزایش نرخ باروری کار انجام داده و در این زمینه کار بیشتری هم در سال 2015 انجام خواهد داد، به این دلیل که این دو لایحه هم مسئله خشونت رو در بر میگیرن، به خصوص در لایحه طرح تعالی جمعیت و خانواده مواردی هستند که تشویق به قضا زدایی میکنن در پرونده های دعاوی خانوادگی و بدون اینکه حتی به مسئله خشونت علیه زنان در محیط خانواده توجهی نشون بدن و در نظر بگیرن که در بسیاری از موارد دخالت نیروهای غیر قضایی و تلاش برای صلح و سازش میتونه زنان رو در معرض خطر بیشتری در محیط خانواده قرار بده و قوانین ایران هم تا به امروز خشونت خانگی علیه زنان رو حتی به عنوان یک جرم تعریف نکردن و در چنین شرایطی وقتی زنان از هیچ گونه حمایت قانونی در مقابل خشونت برخوردار نیستن، لایحه‌ای در دستور کار نمایندگان مجلسه که تشویق به قضازدایی میکنه و عدم دخالت نیروهای انتظامی و قضایی در کیس‌های خانوادگی. در مورد طرح افزایش نرخ باروری هم با وجود اینکه مشخصا در مورد مسئله خشونت علیه زنان نیست، ولی زنان رو در معرض آسیب‌های این طرح زنان رو در معرض آسیب‌های بسیار جدی جسمانی و روانی قرار میده، برای اینکه دسترسی اونها به عملهای پیشگیری دائم از بارداری رو محدود میکنه و در کنار دیگر تصمیماتی که گرفته شده در رابطه با قطع بودجه تنظیم برنامه های تنظیم خانواده و از بین رفتن سوبسیدهایی که کاندوم و دیگر وسایل پیشگیری از بارداری رو به شکل ارزان در دسترس زنان محروم و از طبقات محروم و یا مناطق دورافتاده
قرار میدادن رو از بین میبره و بنابراین زنان نسبت به HIV AIDS، بیماری های مقاربتی و حتی حاملگی ناخواسته آسیب پذیرتر میشن و این خودش طبق استانداردهای بین المللی یک نوع خشونت علیه زنان محسوب میشه. نداشتن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و بعد از اون غیرقانونی بودن سخت جنین که بنابراین زنان رو در وضعیتی قرار میده که هیچ گونه کنترل و قدرتی بر بدن خودشون ندارن و از این جهت میتونه یک نوع فشار روحی روانی و مصداق شکنجه و بدرفتاری حتی محسوب بشه. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون بارها با سفر آقای احمد شهید به ایران مخالفت کردند. علت این مخالفت چیست؟ جواب این سوال رو مقامات قضایی ایران باید بدن، ولی من میتونم از این فرصت استفاده بکنم که یک بار دیگر از مقامات ایران بخواهم که با تمام مکانیزم های بین المللی حقوق بشری سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه همکاری بکنن. در اینجا باید خیلی کوتاه هم اشاره بکنم که ایران حتی به گزارشگران ویژه موضوعی هم از سال 2005 اجازه ورود به ایران نداده و بنابراین مسئله عدم همکاری ایران با مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارشگر برخورد هایی هم که با گزارشگر ویژه ایران احمد شهید شده هم نمونه از این بی‌اعتنایی و عدم همکاری با مکانیزم گزارشگر ویژه سازمان ملل از سوی ایران. با سپاس از خانم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل سازمان مدافع حقوق بشر که با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری می‌کند. از شما بینندگان ارجمند هم بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این ویژه برنامه برای کسانی که موفق به پخش زنده آن نمی‌شوند در وبسایت ما به آدرس iranfardalive.com موجود است. از طریق این وبسایت، ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما که نشانی آن را در صفحه تلویزیون می‌بینید، با ما در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر، شاد و تندرست باشید.